خامنه ای در جمع شعرا یک ساخرین داشتن طبق معمول همیشه این کار میکنن در تاریخ ما این قضیه وجود داشته ما در دوران ساسانی هم به دستور شاهنشاه بزرگ ایران خسرو پرویز به دستور انوشیروان دادگر می اومدن خوانندگان و شعرا فعالیت میکردن حتی در سطح شهرها مثلا ما نوازندگان بزرگی رو در همون زمان داشتیم به نام باربود به نام نکیسا و بعد از اونم این همیشه ادامه دار بوده حتی پس از حمله اسلام ناب محمدی به کشور ما که از اون روزی هم که حمله کرد واقعا خیلی از این ابهت ایران خدش داشت شد تا زمان صفویه که به یاری اهورامزدا دوباره یک بزرگ مرد زرتشتی پنهانی چون شاه اسماعیل صفوی که اومد پدرش خیلی جالب مادرش مسیحی خودشم زیر دست خانواده کارکیرا میرزا علی که خانوادگان ساسانی هستند و عموما زرتشتی هم یا شیعه رو را میندازه اینم از واقعا شیعه امروزی رو خود خب از آقای شاه اسماعیل صفوی داریم اینم از پیچیدگی های ایرانه بگذریم نمیخوام واردش بشم اینا رو خیلی زود رد میکنم که صحبت رو برسیم به جاهای اصلی خب این بحث این که پادشاهان ایران با بشینن و شعرا براشون شعر بگن این همیشه عمومیه ببینید شما در بحث خلیفه و خلیفه های اسلامی و حتی پیامبر اسلام اینا از شعر و شاعری بودن. اصلا بازار اوکاز براتون توضیح دادم محمد پیامبر اسلام زد لطا پارک کرد این که امروز آقای میشیند و شعرا برای شعر فارسی میگن این به خاطر اون بحث دی ای که بهتون گفتم به خاطر اون اتوماتیسم تاریخی است که ایشون در جایگاه یک فردی به مانند شاه در تخت پادشاهی شاهنشاه داریوش تکیه زده و اگر نه شما اینا نمیتونید مثلا نظر تاریخی در اسلام پیدا کنید در اسلام اصلا کلا شعر و شاعری حرام است به یه شکلایی یا حداقل مکروه حرام هم نباشه مکروه حالا بزنم به تخته اندازه موهای پرپشت با که بعضی فکر نوکن کلا گیسه اسلام فرقای مختلف داره بزنم به تخته هیچ فرقه یا فرقه دیگر قبول نداره هر کدوم میگن ما درست میگیم ولی اون چیزی که تاریخ زنن خانم اسماء شاعر رو لطو کردن در دوران پیامبر بنابراین بازار اوکاز در دوران پیامبر جمع شد بنابراین نشستن آقای خامنه ای با شاعرها این شما بر ریشه ایرانی شد. پیدا کنی نه ریشه اسلامی اصلا در اسلام ریشه نداره نشستن با شوهرا بنابراین این کار کار پادشاهان ایرانی است و آقای خامنه ای امروز چه خوشمون بیاد چه خوشمون نیاد در مقام شاهی نشسته این حرف منو دو دسته بعدشون میاد یکی بخشای هواداران رضا با... رضا طلبی که حالا جالب رضا که خودش طرفدار جمهوریه اینا میگن تو به تخت شاهی داری تو میکنی یه از این بچه از بالای دو که خیلی عشق اسلام و ایرانی هستن اینا میگن نه داری به آقا تو این میکنه که مثلا در مقام شاه میاریشون شاه مقام بسیار بالایی داره در باورهای ما آریایی نجات ها دارای امشاسپنده امشاسپند یک درجه حتی از ایزدان بالاتر امشاسپندان فروزه های از اهورامزا هستند و ما امشاسپند شهریور رو داریم که نام عوستاییش میشه خشت و و ما امروز اونو به عنوان شهریور میشناسیم و ماه ششم سالمونه و شاید اینو کلمه واقعا سنگینی باشه ولی واقعا آقای خامنهی لیاقت این جمله رو داره که ایشون به درستی اون بحث شهریور رو تونسته در اون جایگاه شهریوری تونسته بشینه و امیدوارم که این جایگاه رو بتونن کامل و امیدوارم آقای خامنهی اگر تا ده سال دیگه زنده بمونه امپراتوری ایران تضمین میشه و من برای فقط امروز برای طول عمر ایشون با تمام اختلافات ایدئولوژیکی دارم واقعا نیایش میکنن حالا بحث کجاست آقای خامنه ای دیشب در جمع شعرا صحبت هایی رو مطرح کرد در دفاع از زبان پارتی پنج دقیق از خلیاتون ندیدید دوستان به دست من نیشاب اولا خبر به من رسید حتی افرادی که اونجا بودن خبر به ما رسوندن و در تلگرام ما به ویژه برای ما فرستادن مسئله ای که وجود داره واقعا خاک بر سر صدا سیما خاک بر سر کسایی که اجازه نمیدن این سخنان آقای خامنه ای پخش بشه دیشب الان یک بخشی از صحبت ایشونو به صورت نوشتاری پخش کردن بخش خبری کانال دو صدا و سیما که مهمترین بخش خبری ما هست در روز یک لحظه کوتاه گوه آقای خامنه فقط گل من از صدا و سیما هستن سر زبان پارسی و اینا گذشت صحبت های مهم این مرد رو نذاشتن گوش کنیم و صحبت هایی که آقای خامنه ای انجام داد وقتی که مگه میشه ایرانی نژاده گوش کنه و تحت تاثیر قرار نگیره که الان براتون میذارم خیلیاتون هاتون نشنیدید یعنی اون چیزایی که دیشب تالا منتشر شده نیست صحبت ها بسیار مهمتر از اون چیزایی است که دیشب منتشر شده صحبت هایی که آقای خامنه ای دیشب دی انجام دادن به جرئت قسم میخورم چون من حتی با همسر خودم در کلاس شاهنامه آشنا شدم با خیلی از شاهنامه شناسان تا به امروز پا شدم و نشستم و در کلاس شاهنامه میگم حتی برای اولین بار همسر خودم رو دیدم سخنان آقای خامنه ای در دفاع از زبان پارسی از صدها شاهنامه شناس دلسوزانه تر و منطقی تر و عمقی تر بود و واقعا بی نظیر بود این سخنان و من واقعا کیف کردم و وقتی این صحبت رو شنیدم بی, بی اختیار بلند شدم براشون دست دادم تو خونه خودمون و بریم صحبتشون رو گوش کنیم من کار دارم چون بزرگترین دشمنان این مردم هوادارای متعصبش هستن من اومدم امروز پست گذاشتم آقای ای در دفاع از زبان پارسی چنین چیزهای صحبت خیلی بزرگی رو گفته بی‌نظیره طرف میگه آ قربون چهرت برم آقای ای عزیز دلم مگه ایشون سلیبریتیه مگه ایشون چه میدونم پورن استار زن هستش که تو قربون صورتش بری افکار این ففرا رو باید بشناسید شما شماها پدر رهبران رو در میارید همین رضا دیبا هوادارش هم همین رو میگه قربون صورت رضا دیبا بید. آقا این صحبتای رضا رو گوش کرده بودی قربون صورتش نمیرفتی شما از ولایا ما که صحبت بخشای گسترده از های خامنی رو گوش کنی به جای قربون رفتن و هیچ کدوم از کامنتا جالبه هیچ کدوم در مورد زبان پارسی نمیمدن کامنت بدن عجب همه واقعا نوشتن آی لبک لب خامنهای حالا همین خامنه زد ضد زبان پارسی هم حرف بزنه دوباره این هواداراش همینا رو مینویسن یعنی میدونی بت پرستی همینه دیگه ما افکار مردم و افکار رهبران رو نمیشناسیم میافتیم در یک دایره بهش میگن چاپلوسی که در ضرب و مسئله ما رو گذاشتن بادمجان دور قابچینی ناصر دینشا عاشق بادمجون بود بیچاره این آشباز ها مثلا میمونن خوراک خوب درست میکنن ولی یک سری از این افراد وزیر وزرا برای که چاپلوسی کنن جلوی ناصر دینشا میمونن بادمجون ها رو دور قاب بشقاب میچیدن که مثلا ناصر دینشا خوششون بیاد مثلا میمونن خوراک میخواستن بذارن این بادمجون رو میچیدن. این بود با... فرهنگ بادمجون دور قابچینی رو بذارید کنار به جای که قربون چهره ای آقای خامنه ای برید به لبه ای کاین چرچرت و پرتای شعارگویی آقا حرفاشو گوش کن به ویژه سر زبان پارسی من مطمئنم بخش یعنی بزرگترین کسانی که ضربه میزنن به رهبران رهبرای فکری خود هوادارشونن هوادارشون پدر این افراد در میارن حالا گوش کنیم من حقیقتش نگرانم واقعا نگرانم حالا در زمینه شعری خوشبختانه شعرهایی که شما ها میگید خب شعر خوب است و زبان زبان استواره اما در جریان عمومی زبان داره دچار فرسایش میشه این آدم میبینه حالا امشب یکی از برادرها از رادیو بودند و یه چیز خوبی را نقل کردن برای من لکن من از صدا و سیما گلمندم به خاطر اینکه به جای اینکه زبان صحیح را زبان معیار را زبان سیقل خورده کامل همین تیپ هست من میگم آقا یکی م... 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 از مشکلات همینه میگم تیپ خیلی مهمه درست را خوشپوشی در فرهنگ ما آریایی نژادا خیلی مهمه ببینید من الان بیچاره حامد زمانی که خواننده است یه خورده این به خودش میرسه چقدر پدرش رو بعضی درآوردن. بایستی خیلی این دوستان حزب برن به سمت خوشپوشی خوشپوشی مقایرت نداره با افکارتون اگه داره که بس افکارتون مشکل داره خوشپوشی رو باید آغاز کنید ترویج کنن زبان بی هویت غلط تعبیرای غلط و بدتر از همه پر از تعبیرات فرنگی و خارجی و اینا اینا دارن ترویج میکنن وقتی فلان لغت فرنگی رو که حالا یه نویسنده یه مترجمی ترجمه میکرده یه مقاله انگلیسی رو فرانسوی رو مثلا آورده اینا اون لغت رو به کار برده وقتی اینو شما توی تلویزیون تو رادیو مجری شما یک بار دو بار تکرار میکنه این میشه عمومی حرف کاملا درسته در این زمینه خود منم اتفاقا اشتباهات زیادی دارم و اینجا پوزش میخوام از خیلی ها که بعد وقتا واژگان این چنینی به زبان میارم یعنی واژگان انگلیسی رو به کار میبریم واقعا این حرف های خامنه اینجا کاملا درسته و ایراد اتفاقا به منم وارده ما بیخود خود مفت مفت داریم زبان خودمون رو آلوده میکنیم به زواید مزر به زبان که یک زبانی یک لغتی رو نداره این بخش صحبت خیلی مهمه گوش کنه اینجا شاهکار صحبته از دیگری وام میگیره که البته اونجا هم با تصرف کنن من یه وقتی توی جمع ادیبان فارسی چند سال قبل از این گفتم گفتم عرب ها لغت رو از فرنگی میگیرن و تا تعریب میکنند این خوبه این خیلی خوبه ما این کار رو نمی کنیم ما مقیدیم که حتما اگر میشه حتی با لحجه ما اینجا اول انقلاب توی جمعی که بودیم مسئولین انقلاب و اینها مثلا کمیسیون کمیته چند نفر بودن از آقایون تحصیل کرده های کمیسیون کمیسیون فایده نداشت کمیسیون باید بگن که به لحجه فرانسوی نزدیک باشه ببینید حرفی که دقیقا من دو سال پیش سر زمانی که یکی از نمایندگان مجلس اومد سوتی داد مورد موزه لوور پاریس خب خیلی ها شروع کردن مسخره کردن این بنده خدا را چون لحج مثلا با درست اینو بیان نکرده بود من اومدم یه کلیپ کوتاهی دادم گفتم آقا این اصلا مهم نیست شما انقدر دوست دارید انگلیسی رو حتما درست ادا بکنید مگه اینا میتونن مگه الان انگلیسی ها خیلی هاشون مثلا میرن فارسی یاد میگیرن مثل ما فارسی صحبت میکنن تمام کلماتمون رو غلط و غلط میخونن که شما دقت کردید تازه ما افتخار میکنی طرف میخواد فارسی صحبت کنه آمریکایی انگلیسیه میگه مثلا خیلی دیدید با لحچه کاملا چی صحبت میکنه یک لحچه خاصی صحبت میکنن تمام کلمات هم غلط و غلط میکنن میگه آفرین آفرین ایراد نداره خب این زبون مادریش نیست بعد به خودمون که میرسه میگیم حتما این بی سوادیه اگر شما واژگان انگلیسی رو درست تلفظ نکنید من اومدم یه کلیپ ساختم تو با اینا هنوز که هنوز نام همسر منو نمیتونن درست تلفظ کنن یک مش ببینید میگم ملیگرایی این نیستش که تاج بزنی گوشه کتت ملیگرایی این تجملات نیست پرچم شیرو این چیزه که من پشتم گفت ملیگرایی باید توی فکرت باشه از این ساخن آقای خامنه ای ملی در دفاع از زبان پارسی شما سراغ دارید که میگه من چرا شما مقید هستید به زبانه به لحجه من لحجه رو درست بگید خیلی مسئله مهمی که مثلا بعدی وقت ما برقی از واژگان انگلیسی رو حالا اشتباه ادا میکنیم یا تلفظش رو چقدر میان حمله میکنن بعد ادعاشون هم میشه ما ملیگراییم ادعاشون هم میشه ما ملیگراییم خب چه ملیگرایی هستی اینقدر تصور رو زبان انگلیسی داریم مگه انگلیسی ها زبان ما رو یاد میگیرن در سطح دانشگاهی تازه میتونن زبان ما رو درست ادا کنند که شما اینقدر رگ گردنتون کلفته و با باور کنید این سخن از زبان کسی جاری میشه که سلولهای بدنش ملی باشه به لباس آقای خامنه ای نگاه نکنید لباس آخوندیس به حرف این تفکر این آدم رو. به آقای رضا پهلوی نگاه نکنید شیر و خورشید پشتشه ظاهر رو بذارید کنار آقای رضا پهلوی شیر و خورشید میذاره کنارش و ضد زبان پارسی حرف میزنه و این صحبت رو کرد در حزب مشروطه در کنگره حزب مشروطه در سال 2012 آقای رضا پهلوی گفت چه اشکالی داره کردهایی که اگر توی مشهد هستن کلاس کردی داشته باشن یا اگر کردی که توی مثلا شماله در گیلانه کلاس کردی داشته باشه و اینگونه زیرا به زبان پارسی رو میزنه به آقای خامنه ای ببین کجا رو میبینه حالا حرفاش جالب تر میشه اجازه بدید کمیتی مثلا این چه لزومی داره من گفتم ما میتونستیم مثلا هم دوی که عربا وقتی که تلویزیون آمد تلویزیون تلفظ تلفاز تلفاز یه ترکیب عربی به شکل عرب ساخت لغت عربی است مرحاض تلفاز تلفاز تلفاز, ما میتونستیم بگیم تلویزیون تلویزیون شکل فارسی داره رادیان رادیان ما رادیو اصلا در فارسی کلمه شبیه رادیو نداریم معمولا مگه حالا ممکنه به ندرت ببینید واقعا اینجا دست رو ای هیچ شاهنامه در کلاس های شاهنامه بارها نشستم هیچ شاهنامه شناسی هیچ کسی که در چارچوب ادبیات فارسی تا به امروز تعصب هم نشون داده و درود به شرف همه اینایی که در چارچوب زبان پارسی کار کردن در ادبیات در شاهمن دست همش میبوسم اما هیچ کدوم تا به امروز این بینشی که امروز آقای خامنه ای داره و این دفاع جانانه از زبان پارسی رو تا الان نکرده ببین چقدر قشنگ گفت چرا ما باید بگیم تلویزیون ما باید میگفتیم تلویزیون یا رادیان نه رادیو رادیو جایگاهی نداره تو فارسی ببینید واقعا از این سخن ملی واقعا دفاع از زبان پارسی به این قشنگی عقب افتاده هایی که میدونید دو دسته آدم این بنده خدا دشمن داره گفتم یه دسته این مخ... موافقی که هم مخ... مخالفینش هم با افکار این کاری ندارن نه موافقین نه مخالفین این آدم با افکارش کار ندارم موافقین که میگن قربون صورتت بریم مخالفین هم با صورت این بنده خدا کار دارن میرن عکس فوتوشاپ میکنن عکسای ایشونو مثلا دلغکی میکنن و چه میدونن با عکسای فتوشاپ و اینا میخوان عقده هاشونو خالی کنن موافقین که با, با صورتش کار دارن میگن قربون صورت ماهد بریم هیچ کدوم از موافقین و مخالفین با این سخنان واقعا باید با طلا نوشت آقا به من نشون بدی کسایی که رگ گردن کلف میکنن برای زبان پارسی اینا همچون امید دانا کدوم ما به امروز به همچین حرفی رسیده بودیم من شخصا نرسیده بودم شخصا من من امروز یاد گرفتم واقعا ببین کجا رو نگاه میکنه آقای خامنه میگه بگی تلویزیون ما میگفتیم رادیات که اینها رو ما اگه یک واژه هم از غرب میگیریم از انگلیسی میگیریم اونو از حسرفش باید بکنیم و اونو فارسیش بکنیم آقا از این جمله قوی تر شما تا حالا دیدید حالا واقعا فکر میکنید من دارم دفاع علکی میکنم از این جمله آخه کدومتون این ملیه این ثابت ملیه حالا ادامه چیزی پیدا بشه دیو نداریم معمولا مگه حالا ممکنه به ندرت چیزی پیدا بشه ما چه اشکال داشت رادیو رادیان میشد فارسی اشکالی هم نداشت این کارم نکردیم مرتب هم هی توحی... از کردم که... که الفاظ دخیل کلمات دخیل وارد میشه در چیز و هم هی تکرار میشه توی مطبوعات می نویسن توی نمیدونم رادیو تلویزیون تکرار میکنن توی کتاب ها می نویسن توی حالا که دیگه فضای مجازی هم هست تو فضای مجازی می نویسن من نگرانم این واقعا یکی از کارهایی که باید انجام بگیره در حالا حوزه هنری میتونه در این زمینه دقت کنن مخالفین براندازه ایشی که اسم ملی رو خوشون ایشون نگو من نگران اسلام نگران زبان پارسی هم چیزی که شما بی غیرت ها در قالب براندازی که کنار آقای رضا پهلوی هستید هیچ کدومتون نگران نیستید هیچ کدومتون چون رضا پهلوی شما بارها باج داده به این تجزیه طلبات و گفتارش بارها گفته که ببینید هر زبانی غیر زبان پارسی رو شما بلش کنید بخواید در حد زبان پارسی بیارید و حتی بگی آقا بچه های مدرسه من یه کاری وزیر آموزش دولت اصلاحات آقای یا دولت گرین کارتی دولت چیز بگیم این چی میگفتش به خودش اعتدال آقای روحانی بگم این دولت واقعا دولت خائن نیست اما وزیر آموزش پرورش این دولت حالا الان زیرا به بدبختان داشتن میزنن سر آهنگ ساسی مانکن من بعد یک برنامه میساختم بیچاره این آقای ابتهی ببخشی بعد ابتهی میگه ابتهی که اون آخونده است بتاهی بتاهی وزیر آموزش پرورش کار بزرگی که انجام داد اومد و بچه های شهرستان ها رو مجبور کرد که از پنج سالگی وارد پیش دبستانی بشن و این پیش دبستانی اینا رو جلو اندا که اینها زیاد تو خونه نمونن که با زبان های محلی آذری و آذری که نه ترکی چون ما آذری داریم نژاد ترک نداریم ولی زبان ترکی متاسفانه داریم یا زبان کردی و بلوچی و عربی خوزستان یا چیز این قبایل عرب یا عرب زبان خوزستان و غیره این بچه ها اونس بگیرن زیاد و اینها رو زود وارد مدرسه کنن که با زبان فارسی اخ و اخ بگیرن و زبان پارسیشون خوب بشه و این کار من یه تشکر باید بکنم این, این چیزاییه که واقعا آدم باید ببینه دیگه این اقدامی که آقای بتاهی انجام داد یا همین آقای خامنه این سخنانش و خب فامیل ای آقای خامنه ای آقای این آقای حداد عادل من حداد عادل رو ببین هر انسانی رو شما با خاکسترین حداد عادل اینا دم از ضد آمریکایی میزنن ولی دامادش از آمریکاست و تو آمریکا زندگی میکنه اینجا باید نقد بشه ولی همین آقای حداد عادل و آقای خامنه اینا تیمی بودن که راه رضا شاه بزرگ رفتن رضا شاه بزرگ و حتی راه شاه اسماعیل صفوی ما تو تاریخمون پس از اینکه فردوسی بزرگ ما رو ببینیم زبان پارسی بیش از اون چیزی که فکر کنید مهمه ما اگه قراره به یک امپراتوری بزرگ برسیم از طریق زبان پارسی خواهد بود ببینید کی دارم همه چیز زور و جنگ و موشک بالستیک نیست زبان پارسی صدها برابر و شاید بتونم با جرأت بگم هزاران برابر از بنیه دفاعی امروز ما مهمتره ببینید چقدر بحث مهمیه زبان پارسی از صدها بنیه دفاعی و موشک بالستیک و اینا مهمتره نه اینکه نریم اون کارا رو انجام بدیم بنیه اون که ناموس ماست باید اونا رو همین گونه پرقدرت و محکم ادامه بدیم ولی در کنار زبان پارسی رو باید بولد کنید. همین آقای خامنه ای و تیمش آقای حداد عادل چنان راه رضا شاه بزرگ رفتن چون رضا شاه بزرگ ادب پارسی گذاشت دیگه و چنان یعنی کاری که واقعا آقای حداد عادل کرد رضا و افت افرادی که کنار رضا بودن در این که زبان پارسی رو سره کنند و واژگان ناصره را بندازن در زبالدان ادبیات واقعا کاری کرد آقای اهداد عادل که صدها برابر از کار رضا بزرگتر بود اینها رو بعد آدم بگه زیرابی که آقای خامنه ای و آقای حداد عادل از زبان عربی تو کشور ما زدن هیچ کس نزد نگاه نکنید ما کلاس قرآن داشتیم حالا اینکه ما درس عربی داشتیم که خیلی خوب بود چون تمام کشور دوره ما عربی صحبت میکنم ما باید زبان کشورهای منطقه رو بدونیم ولی نگاه نکنید اینا ظاهرشون عربیه میگم جمهوری اسلامی برعکس حکومت حکومت پادشاه یه حکومتی بود که بیرون ساختمون قشنگ بود داخلش خیلی خراب بود و حکومت جمهوری اسلامی بیرونش بسیار خرابه گفتم بهتون یکیش ظاهره دیگه بهشون میگم آقا خوشپوش باشید نیستن مثال دارم بیرونش بسیار خرابه ولی درونش کارهای ارزنده انجام شده در چارچوب زبان پارسی واقعا ماها به آقای خامنه و آقای حداد عادل مدیون هستیم خیلی زحمت کشیدن و آقای خامنه ای در دفاع از زبان پارسی اومد راحت مسائل رو بیان کرد ولی بعضیا بودن در قالب ادبیات زبان فارسی خیلی این زبان فارسی رو جوری سخت اومدن بیان کردن تا دلغکانی چون آقای مهران مدیری و غیره بیان سریال بسازن برنامه های تنز درست کنن و زبان فارسی رو به سخره بگیرن حالا ادامه آقای خامنه حتی در ادامه یک دفاعی هم از حکومت شاه میکنه که این نشون میده که گفتمانی که ما در رو دست داریم انجامیم آقا بست دیگه این همدیگه همدیگه رو فوش دادن اینا چقدر داره نتیجه میده حالا نگاه کن اون که تو این جلزه فعلی ما می مخاطب قرار بگیره که جناب آقای صالحی وزیر محترم ارشاد هستند یکی هم آقای مؤمنی جناب آقای مؤمنی رئیس حوزه هنر واقعا بشینید روی این مسئله فکر کنید زمان فارسی رو نگذارید آفرین دچار فرسودگی و دچار ویرانی بشه ما باید خیلی باید حفظ کنیم من حتی گاهی اوقات میمیرم در رژیم تاغوت اینجاست این منطقیه که حالا الان آقای خامنه این مهمه دوستان از هم گوش کنن بس اینقدر تنفر داریم به حکومت گذشته و اکنون هم موافقین و هم مخالفین حکومت گذشته و امروز بعد یاد بگیریم جاهایی که کار درست انجام شده بگیم حداقل اونایی که باورمندن به آقای خامنه ای از این منش آقای خامنه ای که ای دیشب اومد بیان کرد یاد بگیرن و حتی مخالفین آقای خامنه ای هم از این بزرگواری که ایشون داره انجام میده و اگه کار درستی زمانش را انجام شده بالاخره در قالب یک رهبری که الان به حال باید طبیعتا بعد اونا رو بگه میاد خوبشون رو میگه گوش کنید گاهی وقت میبینم در رژیم تاغوت که خب همه چیزشون اینها به فرنگی ها و به خارجی ها بسته بود رو مسئله زبان یه گوشه بود یه تعصبی وجود داشت یه چیزایی داشتن ما هم اوایل انقلاب از این جهت خیلی خوب بودیم بعد یواش یواش خیلی ولنگو باز شده آفر. حالا ببین چه دفاعی کرد یعنی آی خامنه ای رسما گفتش که اهمیت به زبان پارسی ببین اومد اینا برای بخشی که چیز نمیکنن ولی واقعا خب آیه حدادادی خیلی زحمت ولی ولی در بخش کلی تر میگفتش که در زمان شاه حداقل یه تعصبی رو زبان پارسی بود ما الان دیگه خیلی ولنگو باز شدیم این واقعا این نوع برخوردی که آقای خامنه داره پیش میگیره اگر ادامه دار باشه و در چارچوب ملی و از این گفتمانی که چهل سال هرچی که از دوران پهلوی بوده سیاه نمایی کامل بکنن اینا این بیشتر ادامه پیدا کنه و سیاه نمایی ها رو بزنن کنار ببینید ما خیلی رشد بیشتری میکنیم و من مطمئنم ما با این فرد اگر آقای خامنه ای به یاری اهورامزدا تمام امشاسپندان ایزدان هر کی به هر چی اعتقاد داره یاری بکنن و ایشون تا ده سال دیگه فوت نکنه امپراتوری ایران بزرگ تضمین شده تو این شک نکنی ببینید کی گفتم الان سال 1398 ما تا سال 2008 خیلی جلوتر از امروز خواهیم بود اگر آقای خامنه ای فوت نکنه در عالم شعر هم همین حالت ولنگاری زبانی وارد شده منتها در بحث ترانه سازی ها این بعضی از این ترانه هایی که ساخته میشه واقعا سطحش خیلی پایینه حالا از لحاظ مضمون که معیوبه از لحاظ ساخت لفظی هم بعضی از این ترانه ها بسیار ساخت های بدی داره وقت اینها این ترانه ها میاد با همین ساخت توی حالا فضاهای زیرزمینی و اینا که بحث دیگری است اما توی تلویزیون رادیو خونده میشه در تیتراژ فیلم ها تکرار میشه گفته میشه اینا شایع میشه اینا رو باید به نظر من فکر کنید خب ببینید این صحبت های خامنه بود که از سایت خودشون هم منتشر کردن ولی متاسفم که اون بخشایی که باید مثلا این, این صحبت خیلی از صحبت های ایشون رو من نمیدونم چرا درست پخش نمیکنن یا حتی صدا سیما تا این لحظه صحبت مشروع صحبت های رو پخش نکرده ولی گفتن امشب قرار صحبت های کاملشون در صدا سیما پخش بشه حالا نمیدونم گفتن بعد از اخبار ساعت 9 و اینا میخوان پخش کنن این صحبت ها یعنی دفاعی که ایشون دیشب از زبان پارسی کرد به جرأت هیچ کسی که دوستدار زبان پارسی است اصلا بحث دوستداری نیست ما بایستی از زبان پارسی کاملا دفاع کنیم گفتم زبان پارسی اهمیتش از بمب اتم داشتن ما مهمتره یعنی خب ما باید امروز به سمت سلاح هسته ای بریم تو این شک نکنیم هر ملیگرایی بایستی این خواست ملیش باشه که ایران دارای قدرت هسته ای باشه اما زبان پارسی حتی از داشتن سلاح هسته ای هم مهمتره ما با زبان پارسی میتونیم خیلی جا رو کنیم تو این شک نکنید همین زبان پارسی است که همچنان بخش گسترده ای در بحرین دل در گرو ایران دارد تو این زمینه شک همین زبان پارسی بود که گاهر در کشور البته جگرگوشه ما چچن که امروز شروع بختانه سعودی اونجا رو وهاویزش کرده در اونجا همین زبان پارسی بود که اینا رو به ما بس میکرد در همین پاکستان در خیلی جا و همین آقای لاهور پاکستانی اینها همشون زبان پارسی بود که باعث شده بود که عاشق ایران باشن و عاشق ایران بمونن و این گفتمان ایران بزرگ همچنان بالقوه باقی بمونه اگه زبان پارسی از بین بره ما هیچ وقت نمیتونیم ایران بزرگ رو از بالقوه به فیل تبدیل بکنی سخنان آقای خامنه دیشب واقعا در این صحبت ها صد درصد حرفاشون درست بود هر نجاده ای مگر میتونه این سخنان آقای خامنه ای رو بشنوه و سر تا پا احساسات نشه ولی من خواهش میکنم قبل از احساساتی شدن سخنان ایشون در دفاع از زبان پارسی رو جدی باید گرفت واقعا زبان پارسی امروز ایشون درست میگه به حالت ولنگواد میبینیم خواننده هایی رو ما میبینیم چون تتلو میزنه پدر این زبون در میاره ادبیات واقعا چرن و این همه جوان ما دنبال رو و اینها رو ما باید یه فکری بکنیم که آقا جان نه این بشه که بعضیا میرن سمت زبان پارسی حالا دیگه پارسی سخن گفتن و انقدر سختش میکنن همه خسته میشن نه اینکه بخواد بلنگو باز بشه بنابراین این سخنان های خامینه واقعا ارزنده است من خواهش میکنم این برنامه رو نه به خاطر من نه به خاطر آی خامینه خوشت میاد خود ببین اصلا مهم نیست از این برنامه خوشت میاد یا خوشت نمیاد این برنامه بسیار مهمه برای حیات کشوری چون ایران زبان پارسی نباشه ما در درجه اول طلاق عاطفی داریم همدیگه رو و پس از طلاق عاطفی مطمئن باشید این کشور از هم باشه بزرگترین مشکلاتی که الان در سوریه و در کردستان در عراق وجود داره همینه کردهای عراق خیلیاشون عربی نمیدونن در سوریه هم همینطوره و اینها هیچ وقت نتونستن یک کشور واحد بشن و این خطر امروز برای ما وجود داره در بخش چون کردستان ما یا آذربایجان ما در این بخش ها اینا دارن تلاش میکنن به بچه هاشون خیلی یا ها فارسی یاد ندن و این آغاز طلاق عاطفی ماست بایستی محافظت بکنیم و پاسداری کنیم از این زبان پارسی و این سخنان آقای خامنه ای نشان اینو میده که ما داریم وارد یک رویکرد تازه میشیم حتی دفاع ایشون که دفاع غیر مستقیم ایشون از دوران پهلوی این یک نوید بسیار خوبی است که ما داریم وارد یک دو حالا الان بعضی میگن آقا بعد تفسیر داری میکنی نه من دقیقا میدونم چجوری دارم تفسیر میکنم آیه خامنه ای چجوری بعد مثلا ایشون که نمیتونه دفاع کامل کنه از دوران پهلوی که ولی به بهانه زبان پارسی این کارو انجام داد و این نشون داد که به یک پختگی سیاسی در سطح رهبری این کشور در آستانه چهل سالگی به یک پختگی بسیار والایی داریم میرسیم و این نوید بخش آینده بسیار درخشانه که مشکلات درونی ما هم حل بشه مشکلاتی به مانند آزادی های مدنی و غیره ولی فعلا بایستی در مورد زمان پارسی سخنان آقای خامنه‌ای رو بسیار جدی بگیریم سپاسگزارم که به این برنامه توجه کردید مهمترین مسئله‌ای که وجود داره عشق به ایران ایران بزرگه و یادتون باشه دوست داشتن ایران احساساتی و اینا خالی فایده نداره آرمان بزرگ میخوان آرمان بزرگ اگر آدم داشته باشه میتواند از خودش بگذره از سلایق از چی به چی علاقه داره از چی تنفر داره اینا رو بذاره کنار برای هدفی والاتر نه اون هدف والاتر نامش آرمان بزرگه اون آرمان بزرگ رو پس بنابراین من همیشه گفتم آرمان بزرگ یک آرزو نیست باور هر ایرانی نژاده نجاد من... است و همین الان ما بالقوه ایران بزرگ رو تشکیل داریم ولی این قضیه باید خیلی گسترده تر بشه و اگر به این مسائلی که ما داریم تو این برنامه ها بیان میکنیم اگر در سطح گسترده توجه بشه باور کنید تا دو دهه دیگه خیلی از کشورهای غربی و حتی آمریکا هستند که بایستی پاسپورت ایران رو بگیرن و بیان ایران زندگی کنن تو این شک نکنید آغاز ما پایانی نیست بر این مافیای بینظمی جهان و آینده روشنه در این شک نکنید زنده باشید این بخش رو میبندم پاینده ایران